در فاصله کوتاهی پس از پیروزی قاطع دونالد ترامپ، جمهوری خواه داوطلب نامزدی ریاست جمهوری در انتخابات مقدماتی ایالت ایندیانا، سناتور تد کروز کلیدی ترین رقیب او در انتخابات درون حزبی، کنارگیری خود را از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اعلام کرد. از سوی دیگر در جبهه دموکرات ها به رغم پیروزی سناتور ساندرز بر خانم کلینتون در این ایالت، اما وزیر خارجه پیشین همچنان با فاصله زیاد پیشتاز رقابت های درون حزبی است. همکارم فرهاد پولادی در استودیوست و به جزئیات بیشتری اشاره خواهد کرد. بله، با اعلام نتایج انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت غرب میانه ایندیانا، دونالد ترامپ جمهوری خواه با پیروزی قاطع مسیر خود را برای دریافت نامزدی حزب جهت ورود به انتخابات سراسری هموارتر کرد. مهمترین واکنش به این پیروزی کنارگیری رقیب کلیدی این میلیاردر جنجالی سناتور کروز بود که در انتخابات مقدماتی پیش از انتخابات ایالت ایندیانا پیروز میدان نبوده است. رئیس حزب جمهوری خواه رینز پیرباس در حساب توییتری خود نوشت که آقای ترامپ شرایط دریافت نامزدی حزب را احراز کرده و از همه جمهوری خواهان خواست که با اتحاد برا در کارزارش یاری کنند. آقای ترامپ در سخنرانی اعلام پیروزیش علاوه بر تمجید از کنارگیری سناتور کروز، پیکان حملات خود را علیه خانم کلینتون هدفگیری کرد و گفت که به عنوان یک کارآفرین موفق توان اشتغال زایی به مراتب قوی تری نسبت به رقیب دموکراتش دارد و وعده داد که در صورت ورود به کاخ سفید دیگر آمریکا شکست نخواهد خورد. آنچه کشور بدان نیاز دارد پیروزی های پی در پی است. ما باید دوباره پیروز شدن را به یاد آوریم، زیرا مدتی طولانی است که در حال شکست خوردنیم. نظامیان در عملیاتشان علیه داعش به پیروزی نرسیدند. ما در تجارت جهانی درجا زده ایم. همچنین مرزهای ما امن نیستند. در همه جا شکست دیده می شود، اما دیگر شکست نخواهیم خورد. این میلیاردر آمریکایی تاکنون توانسته حمایت 1047 نماینده حزبی را به دست آورد. انتخابات در 9 ایالت دیگر یا به عبارت دیگر حمایت 520 نماینده هنوز باقی مانده است. آقای ترامپ بدون هیچ گونه سابقه سیاسی تاکنون توانسته به رغم موضع‌گیری های جنجالیش درباره جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا، به ویژه پناهجویان سوری و اخراج میلیون ها مهاجر غیرقانونی از آمریکا، پیشتاز رقابت ها در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه باقی بماند. سناتور کروز تاکنون حمایت 565 نماینده حزبی را دریافت کرده و پس از اعلام نتایج ایندیانا کارزار انتخاباتی خود را متوقف کرد. ما برای دریافت آرای مردم هرچه در توان داشتیم را به میدان آوردیم، اما مردم مسیر دیگری را برگزیدند و بنابراین با قلبی آکنده از غصه ولی لبریز از خوشبختی برای آینده کشورمان پایان کارزار انتخاباتیمان را اعلام می کنم. اما مردم بدانید که من تلاشم در مسیر آزادی را متوقف نمی کنم. از سوی دیگر در کمپ دموکرات ها سناتور برنی سندرز که خود را سوسیال دموکرات می‌خواند، توانست با کسب 52.5% آرا در ایالت ایندیانا بر خانم کلینتون پیروز شود. اما این پیروزی تغییری در پیشتازی وزیر خارجه پیشین ایجاد نکرد. خانم کلینتون در مجموع حمایت 2202 نماینده حزبی را در برابر حمایت 1400 نماینده حزبی برای سناتور سندرز کسب کرده است. بخشی از برتری خانم کلینتون در رقابت‌های درون حزبی به علت دریافت حمایت رهبران و پیشکسوتان حزب دموکرات یا همون سوپر دلگت است. برای دریافت نامزدی این حزب در کنوانسیون ملی به حمایت 2383 نماینده حزبی نیاز است.